بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. گاهی در اکسل نیاز میشه که یک مورد ماشما بشر تکراری بنویسیم و حال امکان پذیر هست که ما از طریق فرمان مستقل خودش و همچنین از روی ماوس هم استفاده کنیم. شما قبلا در ویدیو آموزشی قبلی دیدین که چگونه من فعل استفاده کردم، اما این دفعه تصمیم دارم که شارکت براتون یاد بدم و از طریق آپشن همچنان. در صورتی که بخوایم موارد مثل فعل در قسمت پایین تکراری بیارم، شارکت باش دارم کنترل دی هست و فشار داده میدم و عین شکلی اگر بخوایم سمت راست حرکت بدم کنترل آر فشار میدم و سمت راست فل یا پرش میکنم. اگر از ما گزینه میخواین که آیا گزینه از خود داره، بله ها، من میتونم این لسته سلک کنم دوی شکل در قسمت پایین و برم سوی بخش فل و فل داون استفاده کنم. و اگر بخوایم سمت راست هم از نمی کابی داشته باشم، میتونم سوی فل بیایم و رایت سلک کنم. سوال اینجاست که آیا کنترل یو و کنترل دی داریم، یعنی اپ و داون هم میشه؟ متاسفانه ما فعلا کدام شارکت نداریم، اما طریقش میخوام یاد بدم اون این است. مثلا فعل ما سلک میکنم، طرف بالا ما میام و طرف بالا میخوام تکرار کنم، پس فعل اپ سلک میکنم. و اگر بخوام سمت چپ تکرار کنم، سلکت میکنم به شکلی تا سمت راست میام و حال میام فعل لفت سلک میکنم. پس شما دیدین که مواردی که ما شما داریم در قسمت کنار اکسل، چی در سمت چپ چی در بالا در پایین، شما میتونید که با کنار مخالف تکرار کنن، اما یادتان باشه فقط با کنار مخالفش. در قسمت فعل دیگه ما آپشن هم داریم اکراس ورکشیت است. فرض مثال همین مورد ما میخوام کاپی بگیرم و در شیت دوم پردم. خیلی مناسب هست که شما شیت دوم ایجاد کنین بین پس شیت اول و کاپی را استفاده کنین و بین در شیت دوم پس استفاده کنین. اما متوجه میشین که در کاپی است معمولا در جای مستقلش یا در جای اولیش قرار نمیگیره. پس این مشکل ما داریم که ما میخواستیم در جای مستقلش با دزاینش قرار بدیم، پس اینو شما دلیت استفاده کن. و اگر در جای مستقلش میخواین، پس این کار انجام بدین. بین در شیت دوم با شیفت کلیک ماوس کنین یا کنترل در کدام شکل دوترین و سپس اکراس ورک شیت و با فیل اوکی را درچ میکنم. حال بخواده که دی اکتف کنم یک شیت سیم انجام میکنم. حال ببینیم در شیت اول و در شیت دوم مواردی هست و در عین مکان قرار دارن. پس در صورتی که شما خواستین موضوعات کپی بیرن و در عین مکان اکراس روشید بهترین گزینه شما دارین. اما در اکراس روشید ما گزینه هم داریم مثل کانتنت و فرمت هم داریم. بند شیت اول ما میم و فرض مثال ما میرم سوی سیل کلرز و اگر رنگ خاصی برش میگیرم، رنگ آبی، و برشم بارر هم میتم به این شکل. و حال من نیاز دارم که همه دزاین در شیت سیم انتقال بدم بدون متنش. در این صورت کنترلر میگیرم و در شیت سیم کلیک ماوس میکنم، میرم سوی فل و اکراس رو شیت و با فل فقط دزاینش هم میخوایم، پس فرمت فال میکنم، اوکی درش میکنم. به این شکلی در شیتی که غیر فال است کلیک ماوس کنم، شما ببینید در اول ما رنگ و متن نداریم، اما در شیت سیم فقط رنگ به خود داریم چون ما فرمت را سلکت کردیم. بین که یک کار دیگه انجام بدیم، یک شیت چهارم هم ایجاد کنیم. و حال فرض مثال ما فقط میخوایم متنش در شیت چهار انتقال بدیم، دو صورت باز هم کنترل میگیرم در شیت چهار کلیک ماوس میکنم، در فیل در کراس رو شیت این دفعه انتخاب میکنم کانتنت و اوکی درچ میکنم. به شکلی متوجه میشین که ما در شیت چهارم فقط متنش داریم و در شیت سه دزاینش داریم. و حال اگر از ما پرسان میکنین آیا امکان داره که هم دزاین و متنش کوش بیه، پس بیاین که یک کار کنیم، میره دلیت کنم، بیاین در شیت یک و حال در فیل اکراس رو شیت باز هم باید راستی کنترل و شیت دوم انتخاب کنم، در فیل اکراس رو شیت میریم سوی بخش آل انتخاب میکنیم. وقتی که آل گفتیم پس متوجه میشین که هم رنگش آمد و هم متنش آمد. پس اختیار شما آل سلکت میکنین یا فقط رنگش یا فقط متنش سلکت کرده میتونه. خب قبل از اینکه ویدیو رو بسته کنیم یک مورد دیگر دیگه چی کار میکنیم، اون این است که ما بعض وقت متنای خود با خود حرکت ماوس هم انتقال داده میتونیم. مثلا اگر ما بیاشم در شیت یک و میخوام این موضوع رو انتقال بدم، یعنی مووش کنم، مثلا در شیت چهار پنج تشکیل بدم و داخل قرار بدم و میخوام حرکت بدم، اگر فقط با ماوس حرکت بدم داخل خود شیت هستم. به میلیاز شما آلت بگیرین و بیاین در شیت پنجم و در شیت پنجم و بگذارین شما گذاشتن میتونم، یعنی به این شکلی ما مووش کردیم که از شیت اول دیگه حذف میشه و در شیت پنجم قرار میرن. اما چیزی که فعلا انجام دادیم اون موضوع کاپی بود که چون ما کاپی میریم در چندین شیت دیگره. و به خاطر که ویدیو دیگه هم برتن جالب شد، یک کار آخر انجام میدم، کل شیت ها را سلکت میکنیم، کلیک راست ماوس سلکت آل شیت
و در همش در قسمت بالا یک عنوان مستقل باشم میتونم. پس وقتی کل شیت سلکت بود شما میتونید نشتر کنین هر عنوانی که دوست دارین، تایتل آف د شیت انتر و حال دی سلکت کنین یا کلیک راست از گروپ شیت استفاده کنین، ببینین که بالای همه شیت ها عنوانی که شما نیاز دارین وجود داره. خب این بود بخش آموزشی بخش فعل و اکراس رو شیت. امیدوار هستم که فهمیده باشین.